خودی درش کشتی گرفته بود. حالا ما منتظر کاپیتان تیم ملی حسن یزدانی هستیم که به زودی رو تشک بیاد. حسن یزدانی رقیب اون نقره جهان رو داره، نایب قهرمان جهانه از کشور اسلوواکی. امیدوارم که ما بتونیم هر سه وزن رو در فینال داشته باشیم. زاره هم یک کشتی بسیار سنگینی رو در پیش داره. زاره هم کشتی سنگینه. خب جالب اینجاست، ما اگه با اینترنت مشکل هم داشته باشیم سریع میتونم برم بیرون براتون فیلم بگیرم. خوبیش اینه، اما اینجور نیست و هر وقت شما خواستید من از بیرونم میگیرم. ما بله حسن یزدانی رو داریم که در مقابل نایب قهرمان جهان کشتی میگیره. زاره در مقابل آگول، کسی که قهرمان جهان و المپیکه. خب شنیدید، دیوید تیلر داره رو تشک میاد برای آمریکایی ها. دیوید تیلر داره رو تشک میاد. دیوید تیلر رو تشک بی خواهد بود. خب حسن یزدانی رو داریم، وارد تشک میشه به زودی و هموطنهای عزیزمون رو میبینیم، اون رو دارن تشویق میکنن. خب دوستان ما هم برای همینه از داخل سالون اگه بخوام فیلم بگیرم، معمولا اینا از این خودمونی بگم دودای سفید پش میکنن تو سالون رو نمیتونی یه متری خودتو ببینی، چه برسه به فیلم گرفتن. خب این هم رقیب او بوریس مکوئف، کسی که نقره جهانو داره و او هم کشتیگر زیرکیه. دو عنوان دار اما یکیشون فقط قهرمان جهان و المپیکه. او هم اسمش حسن یزدانیه، کاپیتان تیم ملی، دلاور ایران زمین ما. This is semi final match at the world championship Serbia Belgrade. کشتی رو حسن ما ببره به احتمال زیاد در مقابل دیوید تیلر کشتی خواهد داشت. دیوید تیلری که در حال حاضر تشک کناری داره کشتی میگیره. حسن یزدانی نگاه کنید، لودر وارانه او رو به بیرون هدایت کرد. یه لحظه دست چپ زیر کتف، پرقدرت او رو به بیرون هدایت میکنه. میشه گفت در تاریخ کشتی جهان کسی نیومده که دستهاش اینقدر خوب مثل دستای حسن یزدانی کار کنه، حتی با سنگین ترهای خودش هم همین کارو میکنه. بعد از دو سه دقیقه اونا رو میبرونه. خب پس ما باز میریم بیرون. عجب مشکلی داره اینترنت اینجا. نه کامبک کرد، ببخشید. خب ببخشید، جالبه همینم خلاصه یه لحظه جالبش میکنم. برو بیرون، بیا تو، دره بغلمو بازه. حسن یزدانی تا اینجای کار همون یه پوان رو گرفته، پس ما چیزی رو از دست ندادیم. اون یه لحظه که خواستیم جا بذاشتیم دست چپ زیبی کرد اما نتونست پوان بگیره. دیوید تیلر هم اونور اینجا کشتی کم کم میشه گفت یه پوان هم اینجا به ما میدن. دو بر صفر دیوید تیلر، اونور صفر صفر
هنوز نتونست پوان بگیره. دیوید تیلری که تا اینجای کار همه کشتی ها رو سریع تموم کرد. تازگی ها بارانداز خوب میزنه و بعدن کمر به بالا خیلی درشت شده. خب حسن یزدانی داره همون شگل زیباشو به اجرا میذاره، او رو به بیرون هدایت که یک پوان هم اینجا میگیره. حسن یزدانی ما یک پوان هم اینجا میگیره. رو تایمر مانیتور میبینیم اختارم دادم به ماکوه، او رو در خاک میخوان او در خاک بنشینه، میخواد در خاک بنشینه. اونورم 1-0 تیلر جلوه با 1 پوان. اینجا حسن یزدانی شانس داره که تو خاک کار کنه. حالا بارانداز رو نشون میده به سمت چپ، بارانداز هم میزنه، دوتایش کرد. ببینیم بله دوتایی 7-0 قشنگ کار کرد. مسابقه قبل تمایل به بارانداز زدن داشت اما کاری نتونست بکنه. یه لحظه حالا میبینیم حسن یزدانی نگاهی به تشک کناری میندازه، تیلر اونور بایستاده، تیلری که تا اینجای کار فقط با 1 پوان جلوه از کشتیگیر قزاقی. اینجا ما 7-0 جلویم، چالش کردم. من فکر کنم میخوام بگن یه بار انداز پوان بدین، یعنی یه دوتایی بدین، دوتایی ندین. چالنجه فکر کنم برای همینه، چون حسن یزدانی دوتا بار انداز پی در پی زد. اونا منظورش اینه که یه نیمتیخ شد اما دوباره درجا شد. من حدسم اینه چالنج بایستی برای این باشه. حسن همچنان ترشاک کناری رو می نگاه میندازه. ببینیم نتیجه چالنج چی میشه؟ من فکر کنم چالنج رو ببازم، چون دو تا بارانداز کامل بود، فرقی نمی کرد، دو تا بارانداز کامل. ببینیم چی میگه. خب یه پوان دیگه به ما میدن، چالنج باز. دیوید تیلر اونجا باز پوان گرفت، نتیجه رو که 3-0. دیوید تیلری که تو 3 دقیقه اول فقط 1 پوان گرفت، حالا حسن یزدانی سریع تمومش کرد، یه دوتا دیگه هم میگیره. 10-0 از تمام هموطنهای خودش برای تشویق کردنش تشکر میکنه. 10-0 عجوبه یه در خودش، راحت نیست، اصلا راحت نیست، واقعا عجوبه یه. نگاه کن به این راحتی، آدم نگاه میکنه میگه مگه میشه؟ کشتیگیرهای دیگه واقعا مشکل دارن. دیوید تیلر همچنان داره اونور کشتی میگیره، کشتیش این دفعه برعکس طولانی شد. حالا دیوید تیلر نتیجه رو کرد 5-0، دوتا دیگه هم گرفت 7-0. چقدر این دو فاصله دارن با بقیه. و دیوید تیلری که من دیدمش کمر به بالاش، خدمت رو عرض کردم، خیلی درشت شده و نتیجه اینجاست. آیا خستش میکنه این کار یا نه؟ و یه لحظه رقیبش خواست فیتوشو بکشه نتونست و تیلر دارم میگم داره اونجا کشتی میگیره. تیلر داره اونور کشتی میگیره و نتیجه رو کرده 9-0. ما رو همین